همراه هستیم با بن سبتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران در مورد در مؤسسه INSS از تل آویو. آقای بن سبتی خوش آمدید. پیش از هر چیز برامون بگید شرایطی که الان بلخص تل آویو داره، حال هوایی که مردم دارن در این ساعات و لحظات. با سلام و اول همه ممنون از این پوشش سریع و وسیع که کانال شما میده به مسائل اسرائیل و به خوبی و با کیفیت. واقعا از این بی‌غرض بودن ما متشکر هستیم. و اما در مورد وضع اسرائیل، امروز صبح اسرائیل به یک کابوس جدیدی بیدار میشه. تا حالا همچین چیزی سابقه نداشته. تمام اون جزئیاتی که شما گفتید از نظر موشک ها، از نظر حمله به مردم بی‌دفاع کاملا درسته، ولی رنگ و بوی این موضوع در خیابون ها، در خونه ها بسیار بسیار بد و شدید هست. چون خونه ای نیست که الان یک شخصی یا یک فامیلی یا یک آشنایی نباشه که اونها نشناسن و ندونن که یا در اون فستیوال بوده یا سربازایی که هستن اونجا بچه های مردم، فامیلای مردم هستن. و هر خانواده امروز در اسرائیل واقعا این صدمه رو احساس میکنه و متاسفانه روز جشن و عید یهودی ها تبدیل شد به روز عزا و متاسفانه تبدیل شد به روز جشن و یک جور پیروزی البته بسیار خشن و سبوانه و وحشیگرانه حماس و اون حامیان و در رأسشون حکومت اسلامی خشونتبار ایران که واقعا پنجه هاشو در این مسائل هم فرستاده. و امروز اسرائیل به سختی بیدار میشه در این وضع و ما باید وایسیم ببینیم در روزهای آینده چه میشه. البته موضوع گروگان ها برای اسرائیل وضع رو خیلی خیلی سخت میکنه، چون تا یک حدی میتونن بمباران کنن غزه رو یا صدمه بزنن یا عملیاتی انجام بدن، اما جان این حدود 100 200 300 گروگان و هیچ کس نمیدونه هنوز چه تعدادی هستن، شاید خیلی بیشتر و شاید جنازه های زیادی هم بردن با خودشون در داخل غزه. پس همه اینها به یک مشکل بسیار بسیار سختی تبدیل میشه و آقای نتانیاهو اگر این قول رو داده که انتقام میگیره، ما باید ببینیم چجوری میتونه عمل کنه. آقای بن سبتی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید و آقای نتانیاهو هم در صحبتاش گفته بود، این اتفاق سابقه نداشته، حمله به این شکل به اسرائیل و این همه تلفات در یک روز. اون هم فکر میکنید که پاسخ اسرائیل اساساً چه میتونه باشه با توجه به پیچیدگی هایی که خودتون هم بهش اشاره کردید؟ بله، اونجایی که به نظر میاد سران ارتش، سران نیروهای امنیتی و سازمانهای امنیتی جمع هستند دور هم و دارن به فکر و برنامه ریزی ادامه میدن که ببینن از چه نقاطی میتونن ضربه بزنن به حماس و به دیگر پشتیبانهاشون و نه فقط انتقام بگیرن بلکه جلوگیری از دفعات آینده بکنن. چون همچین اوضاعی که به وجود میاد این سازمانهای تروریستی رو برای دفعات بعد جریتر میکنه و من فکر میکنم الان فکر و برنامه ریزی اولین کاری هست که اسرائیل میتونه بکنه. چون اگر بخوان همینجور احساسی و فوری جواب بدن، فقط میتونه یک کارهای سمبولیک به وجود بیاره، مثل زدن یک ساختمون یا خانه یکی از سران حماس که دیشب دیدیم، ولی خب اونها در تونل ها هستن و هیچ فایده واقعی نداره. ما میبینیم که برای حماس، برای حزب الله که اون هم یک مسائلی در شمال الان شروع کرده، بعد ببینیم اون چه جور پیش میره. اونها براشون فقط جان سرانشون مهمه و اون 700 800 هزار نفری که فرستادن در داخل اسرائیل، اونها برای کشته شدن، برای عملیات انتحاری اومده بودن و فقط و فقط زدن سران این سازمان تروریستی و دیگر سازمانهای تروریستی و در رأس اونها واقعا حکومت ایران که تمام این موضوعات رو انتشار داد در منطقه و در دنیا. این عملیات انتحاری، این مسائل که به وجود اومده، همش ریشه‌اش در این حکومت اسلامی واقعا پلید هست و به نظر من اونا الان در این فکر هستن که اهداف رو چجور درست کنن.